26مین روز شهریور ماه برابر با 17 سپتامبر سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، انجام مذاکرات صلح کمپ دیوید بین سران مصر و اسرائیل. با پایان یافتن جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، خاورمیانه شاهد یک تحول عجیب و یک تصمیم جدید در میان یکی از کشورهای سردمدار مبارزه با اسرائیل بود. محمد انورالسادات رئیس جمهور وقت مصر پس از پیروزی بر اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 سیاست نزدیکی به غرب در پیش گرفت و در ازای خروج نیروهای اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی صحرای سینا حاضر به امضای قرارداد صلح با این دولت خواهد بود. وی 4 ماه بعد در سفری به اسرائیل با مقامات این کشور دیدار کرد و در پارلمان این کشور سخنرانی نمود. به دنبال این دیدار ملاقاتی میان رؤسای جمهوری آمریکا و مصر و نخست وزیر اسرائیل در کمپ دیوید آمریکا صورت گرفت که زمینه ساز امضای موافقت نامه کمپ دیوید شد. به موجب این قرارداد پس از تخلیه صحرای سینا از نیروهای اسرائیل، صلح نهایی میان دو رژیم منعقد می‌گردید. همچنین در این قرارداد به تشکیل حکومت خودمختار فلسطینی نیز اشاره شد که فلسطینی‌ها در اثر فشار کشورهای مؤثر جهان عرب همانند عراق و سوریه حاضر نشدند در این مذاکرات شرکت و قرارداد را امضا کنند. سال 1359 خورشیدی برابر با 1780 میلادی، الغاء یک جانبه قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام حسین رئیس جمهور عراق. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، منطقه خلیج فارس با بحران خلأ قدرت مواجه گردید و موازنه قوا زیر سوال رفت و آثار عمیقی بر مناسبات کشورهای منطقه بر جای گذاشت و رقابت بر سر کسب جانشینی ایران در بین کشورهای منطقه شدت گرفت. در این حال و در هنگامی که ایران درگیر مشکلات داخلی پس از انقلاب و حل این مسائل و نابسامانی‌های بر جای مانده از انقلاب بود، عراق از فرصت استفاده کرده به طور مکرر به تجاوز هوایی، زمینی و دریایی علیه ایران اقدام می‌نمود. گسترش این حملات در دوره‌های زمانی مختلف این نتیجه را می‌رساند که عراق برنامه ریزی دقیقی برای حمله به ایران داشته است. همچنین پس از چند ماه که از حملات پراکنده ارتش عراق در مرزهای ایران می‌گذشت، در مجلس ملی عراق جلسه اضطراری تشکیل شد و صدام حسین قرارداد 1975 الجزایر که مرزهای بین المللی را معین کرده بود ملغا اعلام کرد. وی الغای این موافقتنامه را مطابق با سیستم شورای فرماندهی انقلاب عراق عنوان نمود و مسئولیت قانونی این الغا را بر دوش ایران انداخت. بر اساس تصمیم شورای فرماندهی عراق که صدام حسین آن را اعلام نمود، اروندرود به طور کامل به عراق تعلق پیدا می کرد. وی با الغای یک طرفه قرارداد 1975 میلادی در حقیقت آغاز تجاوز نظامی این کشور را اعلام کرد تا مگر بتواند مطامع و خواسته هایش را از طریق جنگ بر مردم ایران تحمیل کند. او در حالی عنوان کرد که عراق هیچ گونه چشم داشتی به خاک ایران ندارد که در همان زمان چندین نقطه مرزی ایران را به تصرف درآورده بود. اعلام تصمیم شورای فرماندهی عراق منجر به جنگی 8 ساله گردید که 94 ماه به طول انجامید. سال 1364 خورشیدی برابر با 1985 میلادی، تشکیل نیروهای سگانه در سپاه پاسداران به فرمان آیت الله خمینی تا این سال. اغلب عملیات‌های جنگ با همکاری و حضور ارتش و سپاه به طور مشترک انجام می‌شد، اما پس از مدتی سپاه به طور مستقل به اجرای عملیات پرداخت و به موجب حکم آیت الله خمینی سپاه اجازه یافت 3 نیروی زمینی، هوایی و دریایی مستقل داشته باشد و با ابلاغ این فرمان
مسئولین سپاه به گسترش سازمان رزمی و جذب 1500 گردان نیرو پرداختند.